الو، الو، بله میخواستم با آقای پرویز صحبت کنم. بله، گوشی خدمتتون. گوشی سلام میکنم دوست عزیزم. سلام، حال شما چطوره؟ خوب هستم. من میخوام اول از همه خواهش کنم در اطرافتون رادیو هر چیزی که هست رو ببندید، چون صداتون منعکس میشه. من الان صدای یک رادیوی باز یا ماهواره باز رو میشنوم و این سخت کار ما رو دچار اختلال میکنه. میتونم خواهش کنم ببندید صدای رادیو رو؟ شما دستور بدید. خواهش میکنم، تشکر میکنم. رفیق عزیز من، اول از همه میخوام تکلیفم رو روشن کنید. شما رو به چه نام خطاب کنم؟ من چیزی تو زندگیم تغییر نکرده. من همون پرویز معتمدی هستم که در بچگی، دوران بچگی تو میشناختی و اون رفیق دوست عزیز من. ها، چیزی تغییر نکردم. درست، پرویز معتمد عزیز، عرض کنم که رفیق گرامی من، بچه محل من. عرض کنم که پرویز جان، شما در دبیرستان اقبال بودی یا اون دبیرستانی که زیر بازارچه نواب بود؟ دبیرستان من هم کلاس اسفندیار منفردزاده بودم. البته اگه به یادت باشه این احمد مقاره‌ای بود، رئیس بیمارستان سوانه سوختگی بود. آها. هم کلاس ما بود، ولی بعد ما از اون محله به اصطلاح رفتیم به محلات دیگه. آها. و حضور درس کنم که در زمانی بودش که دچار یه حادثه من شدم. آها. و دیگه مشکلات برام زیاد پیش اومد و دیگه نتونستم اون شکلی که در گذشته با دوستان از جمله خودتو تماسی داشته باشم. درست. ولی از همکلاسی ها تو هم که حتما میشناسی، یکم اسفندیار بود. آها. اسفندیار منفردزاده، اینو هرمند محترم، اینو هرمند عزیز. آها. و به یه سال دو سال ارشد تر از من خود اکبر گلخایگانی بود. درسته، ما اون دوره هستیم. درسته. ولی من خب البته خلاف که من کردم خیلی ببخشید، میبخشم همه ببخشید. من با کوفبر فرد بودش که به هر حال مجاز شلوغای مدرسه بودیم، در مدرسه را آتیش زدیم. به دلایلی، حالا دلایلش اصلا جایز نیست اینجا گفته بشه. بنابراین در جزء اخراجی ها از اونجا بودم. اخراجی ها از اون مدرسه بودم، ولی خب همزمان با رفتن به قاقلک بودش این مسئله برام پیش اومده بود. ولی خب در قاقلک هم که بودم کارامو انجام میدادم و تا زمانی که با یه حادثه روبرو شدم که راه ساواک رو پیش گرفتم. آها، جالبه. سال 38 آغاز و وارد. حالا من از شما یه خواهشی دارم جانم. ببین سعی جان، من قبل از اینکه شما عوامل داشته باشی امر اطاعت میکنم، ولی من برای اینکه شنوندگان شما عزیزانی که میدونم به خود شخص شما بسیار محبت دارن، برای اینکه شناخت بیشتری داشته باشن، که اگر سوالی دارن از شما بدونن من در چه محدوده ای کار کردم و تو اون رابطه میتونن سوالاتشون رو با شما مطرح بکنن. همین طوره. و من صمیمانه پاسخ میدم. ببین، من سال 38 و بین سال 38 و اواخر سال 39، یعنی تو حادثه بومی زهرا گرفتار شدم. هفت ماه البته با ارتش بود و
رهبریش با ساواج بود، چون مسائل کنفدراسیون بود شرکت داشتن تو ماجراها و ماجراهای دیگه که بدتابی شد. بعد شرکت در عملیات مرس فیزقون بود، شرکت در عملیات سال 42 در شیراز قائل فارس و دستگیری و نابودی شبکه برانداز 12 نفر سران فتنه از جمله پدر همین عبدالله شهبازی و عبدالله زرمانپور و حضور دست کنم که تعدادی از افرادی که وابسته به عبدالله زرمانپور بودن که اینها رو ما وقتی آوردیم بهشون در یکی از خونه های امنی که 8 خونه امنی بودش که از حزب توده سازمان نظامی گرفته بودن ارتش در اختیار گذاشتن، امیر حسین خان بود، امیر منصور خان قشقایی بود، امیر حسین خان بود، پسراش بودن که الان سه تاشون در چیز بود، سه تاشون در فرانسه هستن، در پاریس هستن و حضورتون ارز کنم که اینا مدتی هم پیش بودن، بهمن هم پیش ما بود، بهمن که اعدام شد، بهمن هم پیش ما بود، مدت ها ما با اینا سرکله می زدیم، کار داشتیم که به هر حال. و بعد مسئله دستگیری خمینی پیش اومد که البته ما بار اول اصلا شرکت نداشتم، من اصلا سابق شرکت نداشت، ولی بار دوم و سوم من شخصا روز یکی از رهبران عملیات بودم و به هر حال آوردیمشون در میشه بار دوم. بار اول ارتش زده اطلاعات ارتش دستگیش و افتداش که سواک دخالت نکرد و بعد از کوتاه مدت آزاد شد، ولی خب چون در منطقه سرسدایی شده بود این از افراد سواک دخالت کرد و بار دوم و من یکی از کسی بودم که به افراد در رهبران عملیات در منزل عمل کرد و حالا یا خوشبختانه یا بدبختانه یه ایده هم که شنیده بود از فامیل چه تو که با اون به مدت 4-5 ماه زندگی کردی چرا این نکشتی؟ گفتم ولی من قصاب خونه کار نمی کنم، من جای کار میکنم، در یک سیستمی کار میکنم چه تابع مقررات هستم، یه پرچمی رو بستم و قسم خوردم که مطابق قانون عمل کنم، آدم کش نیستم که. و تا به الان هم خدمت سو عزیز میگم سعی جان من دستم کسی نمیتونه ادعا کنه دستم هم یک کس خورده باشه، امکان هر کسی ادعا میکنه رو در روش میشینم، متوجه اینو قاطعانه خدمت سو عزیز عرض میکنم. یعنی پرویز جان یعنی در طول گفتی 25-6 سال بود که توی ساواک بودی، چند سال طول کشید؟ من 20 سال تموم تو ساواک. 20 سال در طول 20 سال شما کسی رو نکشتی، کسی رو شکنجه نکردی، کسی رو ضرب و شتم نکردی؟ من پس الان چه تو داری میگی شکنجه؟ اجازه بده که من یه متنی رو آماده کردم، خیلی کوتاست ها، متن آماده کردم، من اینو میخونم، استدعا میکنم منو تحمل بکن. برای چی؟ برای اینکه این لازم، اولا هر کسی ادعا میکنه برخوردی با من پرویز معتمد داشته که من حتی دستم بهش خورده ازم میرسی، من دلایل خودم رو دارم، حتی میرسی نشونی به من. حالا قبل از اینکه این سوال بفرمایید، من اینجا این چیزی رو یادداشت کردم که خدمتت میخونم. بخون. به حضرت برسونم که ادهی که شما حتما توجه داشتی که ادهی اعلام کردن که ما شکنجه شدیم، فلان شدیم، فلان شد. حالا من اینجا در این متن نوشتم که هر کسی که ادعا میکنه شکنجه شده، من پرویز مطمئن که از تمام جریانات حسابات تقریبا 90% جریانات سواک با اطلاع هستم، به دلیل حرفم، به دلیل تخصصم، توجه هستم. من از امروزی که با آقای سعید مقامی صحبت میکنم، من پاسخگو هستم، هر کسی هر سوالی داره نرن به بی بی سی، نرن ریویو، نه
مردانه دو ژورنالیست، دو ژورنالیست بی طرف و دو اهل این امور، یعنی آقای سراغ حقشناس، آقای کشکر، این عزیزانی بودن که ما در گذشته میدونیم، یا سرکار خانم که برادرشون کشته شد اسمش الان یاد ندارم. من عزیزانی که میشناسم همه شنو ببخشید، من بعضی اسما رو و چیز رو تاریخ ها رو من یادداشت نمیتونم بکنم، برای من میبخشید. برای هر کسی که مایل هستش، ولی الان دو نفرشون که بیاد دارم، یه موردی من برای شما بگم، یه آقای هستش فکر کنم در سوئیس زندگی میکنه، این آقا نفوذی حزب توده در سازمان چریکای فضل خرق، من آقای جمشید طاهری پور، امیدوارم که صدای منو بشنوه، میشناسمش. این آقای جمشید طاهری پور، من با یک لباس بسیار افتضاح در کنار خیابون جنوب خیابون مولوی خابیده بودم، در چله تابستون خابیده بودم، ولی ظاهر قضیه تیم رو هدایت میکردم، مسئول تیم های تعقیب مراقبت. اولا بدونن این عزیزان، من مسئول تیم های تعقیب مراقبت و شنود کمیته مشترک بودم از سال 54 تا روزی که از مملکت خارج شدم، اینو بدونم. بنابراین این آقا جمشید طاهری پور، درخواست میکنم از شنونده های شما، استدعا میکنم شماره 108 آرشو که مربوط به آقای پرویز قلیچخانی هست پیدا بکنم بخونم. ایشون نوشته که وقتی که منو ریختن سرم دستگیر کردن، زدن و فلان و فلان و فلان، من تک تنانش خابیده بودم و با یه لباس چرک و بسیار کثیف که به منطقه میخورد، تیم تعقیب مراقبت هم تعقیب مراقبت من در شمال خوابیده بودم، مترا هم در سایه بود، اینها منتظر بودن سوژه خارج از منزل و برسونم و من با سوژه میرفتم، با چیز، با موتور میرفتم، با اینا همکاری میکردم. من باید میگفتم، درخواست میکردم کارو قطع بکنید، یا این که به تیمهای ضربتی میگفتم که بیان، همه هایی میکردم که این فرد رو دستگیر کنید. قطعا میرسید. بنابراین من وقتی که این فرد از جلوی من رد شد، از دور که به من نزدیک شد، من زیرم روزنامه پهن کرده بودم و خوابیده بودم. این از این آقای جمشید از جلوی من رد شد، قبل از جلوی من رد شد چشماش لرزش خاصی داشت، در دو سه قدمی من رسیده بود. من با توجه به تجربه، من به اندازه موهای سرم کیس دارم، با توجه به تجربه احساس کردم این به قول اصطلاح خودم آها خودشه. بنابراین من یه علامت به یکی از بچه های تیم دادم که بیاد پیش من. وقت آمد بهش گفتم که من میرم تو میدان اعدام، فقط استدعا میکنم که تو مراقب باش، یکی از بچه ها رو فقط به دنبال من، ولی با من نیاد. ضمن توجه داشته باشید بچه های تیم اجازه ندارن در تشکیلات من در کمیته مشترک بیان، فقط فرمانده هاشون میتونن بیان با من تو کمیته تماس بگیرن، گزارشاتون رو بدن، عکساشون رو، عکسای عملیاتی رو بدن و من با جوها صحبت میکنم، با بهمن نادری پور که به هر حال عضو دفتره صحبت میکنم و با رئیس گروه اطلاع صحبت میکنم و تصمیم میگیریم که در مورد سوژه چه کاری در آینده انجام. بنابراین وقتی که ایشون رفت بسیار هوا گرم بود و من سر وضع آدم های توی گرمخونه شهر چی میگم گرمخونه شهرداری رو داشتم، یه چیزهایی که موادی بودن و فلان، یه همچین حالتی داشتم. بنابراین این هیچ وقت نمیتونست پی ببره که من با یه زیبه من وسائلم، یعنی اصلا هم و با 22 تیر فشنگم هم همیشه تو بدنم جاسازی بوده و امکان نداشت که کسی بتونه از اینا رو در دید، یعنی بتونه ببینه. همه فیشونی های لازم کردم، هر وقت اگر با اکیپ های عملیاتی گروه ضربت
می رفتم برای انجام عملیات و یا با تیم های تحقیق مراقبت بودم در فصل تابستان امکان نداشت. من یه مورد دیگر مجبورم به شما توضیح بدم. بنابراین من رفتم نشستم روی صندلی که ایشون قسمت غرب رو نگاه میکرد، برگشت من رو نگاه کرد، منم با یه حالتی مثل این که به اصطلاح الان خمارم رو دارم میفتم نشون دادم، حتی تغییر جهت و پاسخ جواب سلام هم اون نداد. اینا رو در رو بیارینش رو خط با صحبت میکنم، پاسخ جواب سلام هم نداد. دنبال فرصتی بودم که روی این صندلی های پای های آهنی میدان اعدام او به طرف غرب نگاه میکرد، من پشتش نشسته بودم، منم رو به طرف غرب نگاه میکردم، ولی تمام وقت مراقب بودم این دستش رو خسته بشه بیاره پشت صندلی و این فرصت به دست اومد. بلا فاصله بدون توجه دستمندم در رو بردم دستش رو حدقه زدم به دست صندلی میدون اعدام. این همین کار رو کردم، اشارات مأمورین تیم روی علائمی، مثلا من وقتی که چشمم رو میخارونم مثلا سوژه گم شده یا علائمی هست، بنابراین بهش علامت دادم، گفتم تماس بگیره با چیز کمیته تماس بگیره و بگیره اکیب بفرسته. اتفاق اون اکیبی که اومد در میدان به فاصله شاید یک رو به ساعت اون اکیپ آمد، اولا این دستش به چیز بود رضای کنید سعید من بگم من به ایران هم قسم اون چیزی که امروز دارم بعد از 56 سال توجه داشته با زن من عزیزان من نمیدونستن کجا کار میکنم، متوجه میشید؟ پس تو اگر که چند روز پیش که با صحبت میکردم گله میکردی که چرا با تو صحبت نمی کنن، اینو وقتی که داستان زندگی من رو تعریف کنم به من حق میدی. به هر حال وقتی اکیپ من مسعود سررشته بود، مسعود سررشته الان تو پاریس زندگی میکنه، سرپرست اکیپ بود، افسر شهربانی بوده، از بهترین افسران ما بوده، و وقتی که اومد گفتم مسعود جو خواهش میکنم که اینو من دارم با تیم عمل میکنم ولی خواهش میکنم اینو ببرینش تحویل بازداشتگاه بدین من خودم میام. بعد مسعود گفت چشم اینا و مراقب بودم، دستشو باز کردم چون کلید داشتن اونها، دستشو باز کردن چیز دستمندا به من دادن و اینو سوارش ماشین پژو کردن با من خداحافظی کردن. حالا اگر این شماره 108 بخونید ببینید ایشون میگه که وقتی ریختن سر من تو میدون آنچنان این صورت منو به اون شنای تو میدون مالیدن و فلان و فلان. حالا من ترجیح دادم خودم برم بالا سر خود این آقا، با بچه های تیم خداحافظی کردم، گفتم کارتون رو انجام میدید ولی از طریق جریاناتی که قرار بود با تیم تماس داشتم چه سوژه خارج بشه یا نشه تماس داشتم. وقتی رسیدم دیدم دارن لختش میکنن، با موتور رفتم دیدم دارن لختش میکنن، اینو این نشونه شه دارن لختش میکنن، پاسبانی بوده که این ماموران چه داخل زندان داشتش لخت میکرد. بعد رسید به پیرن کرم رنگ آسین کوتاهی تنش بود که نشان دهنده بود که البته این اصله نادشتشی امروش نداشت، من هم احتیاط لازم کرده بودم ولی خب میدونستم که این مسلح نیست. به هر حال من دست کردم دیدم که توی این چیزش توی این چندونم این پیرنش توی این پیرنش یک پنبه هست، پنبه هر فشار دادم دیدم اونجا خود سفته، لاشو باز کردم دیدم که کپسول سیانوره. گفتم این مال چیه؟ نشونه ها رو دقیق به شما میدم. گفتم این مال چیه؟ گفتش که این چیز آه این مال دل درد شدید دارم، استدام میکنم بدیم بخورم. گفتم خب پس بذار خورده آب برات بیارم. نگه هبان اونجا یکی از این پاسه ها چون اومد گفتم آه ایش همه آب بیاری.
بعد وقتی که آب آورد گفتم اولی خدا آب آب که خود گفتم بیا. بعد دستش دراز کرد بگیره، خیلی معذرت میخوام از همه عزیزان معذرت میخوام، من کمیته کار کردم، من که بی‌تربیتی میگم، من ببخشید. تا اومد بگیره گفتم بیا، تو میخوای به این زودی خودت راحت بکنی ولی من اجازه نمیدم، تو حرفاتو با ما میزنی بعد هر جا خواستی بری هر کار خواستی بکن. ببینید من فقط همینو زدم، بازجوش مشخص شد. 4 روز بعد من رفتم پیش بازجو و رفتم حسی و وضعیت ایشون رو سوال کردم. در 4 روز تمام حرفاش رو زده، تمام حرفاش بازجویش رو خوندم و صادقانه حرفش رو زده. حالا ما با توجه به سکوت، ببینید با توجه به سکوت 56 سالمون، چپ تصورش اینه که ما مردیم. نه بابا، من الان مکالمه تلفنی مرحوم شاهپور بختیار با فرد، با خائنی به نام سپهبد ناصر مقدم برای شما میخونم که چرا من اصلا از ایران خارج شدم. داستان زندگی من بسیار طولانی، ولی این منظور یکی، ولی فردی که عکسش تو کتاب ها هستش که شما میتونید ببینید، این آقا حتی مشتی زد که من 1 ماه بیمارستان بودم، اسلحه داشتم، تیر هوایی هم خالی کردم، ولی گرفتمش چون آموزش نظامی کامل دیده بودم. این در 4 راه کوش خیابان فردوسی پیش آمد. بنابراین احمد بناساز نوری، این فرد اون مشتی به من زد، 2 نفرم بودم، من به تنهایی بودم، من به تنهایی بودم، پیاده میرفتم کمیته، مشت و احمد بناساز نوری به من زد. الان زنده هستش، بیاد رو خط. 1 ماه بیمارستان بودم ولی من نزدمش، اسلحه داشتم، فشنگ داشتم، امکانات داشتم، پلیس امنیتی رو زده اگر میزدم، ولی من تیر ننداختم. من علی اصغر منتظر حقیقی تیری به پام زد ولی گریخ، ولی یکی از عزیزان شهربانی مرحوم سرگرد روح شد، مرحوم سرگردی که با مرحوم شاهپور بختیار کار میکرد در ترکیه ترور شد. اون در میدون خراسان پیداش کردیم، فرد و منتظر حقیقی رو، و خونه رو محاصره کردن منتظر حقیقی، ولی من تیر خوردم. من سر قرار احمد رضا کریمی تیر خوردم، ولی من هیچ وقت نرفتم و کسی شکایت بکنم، هیچ وقتم در صحنه هایی که باید برخورد فیزیکی داشته باشم اسلحه رو من کشته میشه، من امان نمیدادم اسلحه رو هم کشته شده باشه. اگر یکی فکر میکنه در صحنه بوده من دیده، امکان نداره که من سوالی که کردی پاسخ بهت میدم. هر سوالی هم که به مصلحت ندونم حتما مطمئن باش که پاسخ نخواهم داد، اون چیزی که خط قرمز هست، ولی تا اونجایی که میدونم من خط قرمزی ندارم، من همه پلوها پشت سرم خرابه، همه چی رو باختم. بنابراین اون سوالی که برات خیلی مهم بود این هستش که من نه از جریاناتی که در این روزنامه ها، مجلات، مصاحبه ها، در هیچ کدوم از این جریانات شرکت نداشتم و ایمان داشته باش به ایرانم قسم، این فردی که گفتم داریوش سرگرد، داریوش شاورلو بود که در ترکیه ترورش کردن، علی اصغر منتظر حقیق رو پیدا کرد در میدون خراسان کشتش، اون به من تیراندازی کرد. بنابراین من با اطمینان خدمت تو عزیزم عرض میکنم، به اضافه اینکه من عضو خانواده تو هستم، عضو
بچگی دوران تو نمیخوام که اخذارت نکرده فکر کنی بگم که تو از جریانات من اطلاع داری، نه تو هیچ چیز نمیدونی از من، هیچ. این اولین باره که من دارم صحبت بکنم. من این که عرض کردم خدمتت، من صدام این هستش که این آقای اسماعیل خیلی که این آقای اسماعیل خطاییه، یکی این آقای اسماعیل خطایی که میگه که منو به چیز آویزون کردن. من میخوام در حضور چهار نفر، نه در رادیویی که خودش دلش میخواد بی بی سی و یا وی او آ، نه در چهار فردی که صلاحیت این رو داشته باشن بی نظر قضاوت بکنن، اون بگه منم میگم، چون با اطلاع هستم سازمانم چه کرد. خیلی معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام از همه عزیزانی که صدای من میشنم. من صلاحیت این رو دارم که در طی این 56 سال اخیر سندی رو رو کنم، چیز صحبت رو کنم. البته من یه مسئله ای که مهمتر از همه این جریانات هست برای من، شما فرمونش تو من قطع نمی کنم، سوال بفرمایید پاسخ میدم، ولی مسئله مهم من کشدار بیرحمانه 90 نفر از دشمنان گذشته من که اونها منو دشمن میدونن، سازمان منو دشمن میدونن، به نام سازمان مجاهدین خلق. ولی من اگر امروز صدام دوچار مشکل شده، در سال 2009 با یک مأمور اطلاعاتی کار بسیار زیبایی انجام دادم، ولی این کار بسیار زیبا وقت میخواد توضیح بدم. ولی امروز میخوام اعلام بکنم که به آقای سین و میم در سال 2013 که دوست ببخشید من تو حادثه سیاهکل شناختمشون، از متهمین ما بودن که اخبار به ما میدادن در حادثه سیاهکل، در 2013 در سپتامبر 2013 نامه ای نوشتم که من در سال 2010 نامه ای نوشتم و در اختیار سازمان مجاهدین قرار دارم که بر اساس اطلاعاتی که من کسب کردم در نظر هستش که جمهوری اسلامی به زودی زود به اشرف حمله کنه. من کارمند سازمان اطلاعات دشمن مجاهدین بودم، ولی در این مقطع فراموش کردم اینها چی کردم، بیشتر از همه میدادم چی کردم. بنابراین یعنی ببخش پرویز جان، من میخوام به خاطر اینکه اولا شما در حین صحبت از یک موضوع به موضوع دیگه مراجعه میکنید، نامهای متعددی رو مطرح میکنید، درک صحبتهای شما یک کمی مشکل میشه. من اولا استدعا میکنم موضوعها رو از هم تفکیک کنید. به هر نه اجازه بدید من خواهشم اینه به سوالهای من جواب بدید و مسائل رو اونقدر مطرح کنید و جلو برید که ما سردرگم نشید. در مورد حالا سوالم به کنار، الان شما به یک مسئله مهم در دل سوال من دارید اشاره میکنید. یعنی سوال من، گوش کنید سوال من تمام نشده، پاسخ از شما دریافت نکرده، شما رفتید به مسئله مجاهدین خلق. حالا که اینجا هستیم من میخوام توضیح بدم. شما پیش از این که جمهوری اسلامی به پایگاه اشرف متعلق به مجاهدین در
عراق حمله بکنه به سازمان مجاهدین خلق نامه نوشتید و علارغم این که این سازمان شما رو دشمن میدونه و علارغم این که شما روابطی مخاصم آمیز با این سازمان داشتید، خواستید جلوی کشتار اعضای این سازمان رو که هموطنان شما هستند به هر حال گرفته باشید. بنابر این به سازمان مجاهدین خلق نامه نوشتید. حالا در این مورد توضیح بیشتری بدید. شما اطلاعاتتون رو از کجا به دست آورده بودید و سازمان مجاهدین خلق با نامه شما و با اطلاعاتی که شما در اختیارشون گذاشتید چه کرد؟ اولا که من این مربوط می شده به یک جل دو مورد من با این عضو اطلاعاتی در سال یعنی آغازش در فوریه 2008 بوده که من خونم و وقتی که آتیزه خب شما می خواهی من این کیس رو تعریف می کنم، حالا اینقدر کیس هستش وقت شما رو می تونم بگیرم، چرا نه، ولی اگر مایلید من این کیس رو تا آخر برم. بفرمایید. بله فقط باشه. این کیس رو بفرمایید. باشه. ببینید من در سال 2008 فوریه 2008 دوچار مشکلات بسیار مالی شدم، یعنی فقر مطلق، و با توجه به این که 3 نفر از همکاران خوب من از بازوها به دلیل فقر فوت کرده بودن، خیلی 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 حالت عصبی گرفته بودم. خونمو در ایران 3 ماه قبل از اینکه خارج شم خونم رو آتش زده بودم و من تونسته بودم فقط کلید خونم به برادرم بدم و از ایران، بعد خب برای شما تعریف خواهم کرد، از ایران با خیانت سپهبد خارج شدم. این مسئله رو حتما من امشب در مورد مرحوم بختیار باید بگم، ولی تلاش میکنم این قسمت رو براتون تعریف کنم. بعد براتون برسونم که وقتی که دچار مشکل مالی شدم مراجعه کردم به سفارت جمهوری اسلامی. هنوز جلد شناسنامه پلاستیکی که شیر خورشید تاج هم روش هست اینجا وجود دارم. برای اینکه بتونم، یعنی در فوریه 2008 بتونم یک وکیل بگیرم، چون برادرم، شما برادر منو میشناسید، بله، برادرم به من گفته بود که من مجبور شدم خونه رو فروختم و بهتره تلفن نزنید، با من تماس نگیرید. سالها از این ماجراها گذشته بود. دیروز مادرم حاج خانم به من توسط یه چیز خبر داده بود که فلانی گفته، یعنی برادرم گفته که اگر که پرویز بخواد وارد ماجرای خونش بشه من تو رو میذارم خونه سالمند، یعنی مادرم. من به خاطر مادرم سکوت کردم. مادرم فوت کرد. بعد از فوت مادرم شروع کردم به فعالیت کاری بگیرم. ضمناً من تو اسرائیل دوره تعمیر فرش دیده بودم و تعمیر کاری بسیار خوبی هم بودم، ولی دیگه قادر نبودم که این کار رو انجام بدم. من چشمم ضعیف شده بود، کمی کمرم آسیب دیده بود، به هر حال دیگه فلج شده بودم، نمیتونستم به اون شکل کار بکنم. اومدم مراجعه کردم به سفارت، رفتم سمت چپ ها، یه دونه از این به من گفتن که بعد تیکت برداشتم به باجی دوم دست چپ مراجعه کردم. گفت آقا جوانی بودش که بعد به ایران هم قسم به آقایت ها رو دارم میگم، تکرار میکنم که چند بار که همه بدونم،
گفت آن گفتن گفت چیکار داری؟ گفتم که ببخشید من اومدم شناسنامه رو تغییر بدم. نگاهی کرد و بعد اسمم رو خوند و گفت که این که مال عهد بوقه طاغوتی هستی. من حالا مشکلات و گرفتاری خودم رو داشتم اینجا. منم با خشم زیاد گفتم دقیقا درست گفتید من طاغوتی هستم ولی اومدم شناسنامه هم هست. بعد از پشت میزش بلند شد رفت تای اون اتاق و حتما مشخصات من خوند. بعد برگشت لحنش با من تغییر کرد که این نشاندنده این بود که این سفارت منو میشناسه. چرا؟ این طبیعی بود برای اینکه اون زمان من 29 سال بود که دو سال اسرائیل بودم. 27 سالم بود که دارم تو فرانسه زندگی میکنم. بعد من از 5 دقیقه دیدم یه آقای خیلی شیک و سرواز مرتب اومد زد پشت من گفت جناب مستمد. گفتم که بله. گفت ممکنه خواهش کنم در خدمتتون به این طبق بالا. گفتم جمال ای. گفت من سفیر هستم. گفتم من خواهش کنم من رفتم بالا. من توجه داشته باشین که من ماه خودمونو میگم میشه تابستون چی میشه ایرانی چه میدونم ماه مرداد مثلا ماه مرداد آمده بودم دو سه تا از منابع خودمونو توی همون اتاقی که ما رفتیم بعدها با یک مامور برخورد کردم من اونجا نشستم و کاملا از وزن اتاق با اطلاع بودم. یعنی وقتی در مرداد رفته بودم اونجا با چند تا از منابع کنفدراسیون کار داشتم صحبت میکردیم اونجا رو من دیده بودم که چه تشکیلاتی دارن و اینا هدفشون بودش که به هر حال نفهمیدم پرویز جان نفهمیدم. خیلی خوب من توضیح نه 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 اجازه بفرمایید بگم کجاشو نفهمیدم که شما توضیح بدید. شما پیش از این ملاقاتی که سفیر از شما دعوت کرد به طبقه بالا برید بله. پیش از این رویداد قبلا هم به اون اتاق رفته بودید؟ دارم همین رو عرض میکنم. مرداد در همون سال نه مرداد 57 اینا رو چون ببینید پریز جان من دارم از مگم کنفدراسیون. آره به همین دلیل من فهمیدم که شما از مگم کنفدراسیون. ببخشید من به این اجازه میدید من چند روز آینده میرم تو 78 بعد به شما عرض کردم که دوستان رو عزیزم بزن. من ممکنه بعضی چیزها رو بعضی عزیزان متوجه نشن. این شوکیه که سال 2009 این مجاهدین به من وارد کردن. حالا این داستان جداییه ولی من به شما عرض کردم که چند نفر از بچه های منابعی کنفدراسیونی آمده بودن به چیز در مرداد. من رفته بودم برای برحال کارهای اداری کار خودمون بردم نیستی. پس کنفدراسیون مربوط میشه درسته. بعد من اشاره میکردم سال 57 شما درست میفرمایید اشتباه از من بود. پس شما سال 1357 درست سال مردادش پیش از انقلاب پیش از پیروزی انقلاب شما پاریس بودید و در سفارت ایران در پاریس در اون اتاق حضور پیدا کرده بودید. نه من وقتی که رفتم بالا رفتیم تو اتاق آقای سفیر. وقتی رفتیم تو اتاق آقای سفیر توضیح بدم آقای سفیر گفت شما چه عملی داشتین من انجام میدم. گفتم موقعیت این هستش که من این اتفاق برام افتاده خانم چیز من نمیدونم چه وقتی پیش اومده که خونه من فروخته شد. خونه من هم اول خیابون جلفا بوده. این خیلی راحت و شفاف میگم که همه بدونم اول خیابون زیر میدان محسنی بود.
و من نمیدونم کی فروخته و الان میخوام یک وکیل پیدا بکنم و به من گفته شده که باید چیز داشته باشم و وکیل داشته باشم تا بتونم کارم اون در ایران دنبال بکنم. حالا اومدم از حضورتون درخواست میکنم که به من یه وکالتنامه بدیم برای وکیل. گفت خیلی معذرت میخوام، این جزء وظایف ما وکالتنامه رو شما نیستیم، ولی اگر شما بخواین که با تهران چیز بکنید باید مثلا وکیل بگیرید، باید شناسنامه داشته باشید. حالا ما این مرحله رو دنبال کردیم، گفتیم خب من باید چیکار بکنم. اون بلا فاصله به تلفنی به پایین گفتش وکالتنامه، گفتم من چیز ندارم، من نهان وکیلم رو تعیین نکردم، نمیدونم، ولی اجازه بدین که اول اینکه شما فرمایید شناسنامه من پیدا بکنم، بعد وقت بعد حتما با شما تماس میگیرم. بنابراین گفت شما پس این دقیقا این جمله رو گفت، صدا میکنم شما به من دو قطع عکس همراهتون هست، گفتم نه عکس همراه نیست، ولی گفت خواهش میکنم شما دو قطع عکس فراهم بکنید، من چیز میکنم، پیشنهاد میکنم به شما، فرم اینجا رو پر میکنید، اگر یک فامیل در ایران آشنا دارید بره این فامیل در وزارت خارجه، از طریق وزارت خارجه اون فامیل شما دنبال بکنه، چون اگر شما بخواید خودتون اقدام بکنید زمان زیادی، شاید 6 ماه طول بکشه، ولی اگر بعد از تهران اقدام کنن، من این کاری که ایشون گفته بود کردم، من به یک فردی در ایران گفتم، ایشون پیگیری کرد، 2 ماه طول کشید، وقتی که 2 ماه طول کشید به من زنگ زد از تهران، یعنی نزدیکترین فامیلم که بهش اعتماد داشتم، زنگ زد و گفت ما چیزو فرستادیم، یعنی مراجعه کرد، گفتن ما فرستادیم پاریس. بنابراین مراجعه کردم به سفارت، باز طبق معمول گیشه و بعد رفتم باز همون آقا و رفتم اونجا، گفتم من حالا شناسنامه گرفتم، مدارک وکالتنامه و این کاغذایی که نیاز داشتم ایشون همه رو در اختیار من گذاشتم، بعضا میرسید. بعد من دیدم فرصت درست، اینجا رو گوش کنید، دیدم فرصت بسیار مناسبی برام پیش اومد. اینم خیلی خیلی مؤدب داره صحبت میکنه، من کاری ندارم درونش، من کار خودم رو دارم میکنم. بعد ادامه بدید. به ایشون گفتم که ممکن است حضورتون درخواستی بکنم، گفت خواهش میکنم در خدمتتون، گفتم من بدون تعارف، گفتم من دچار مشکل مالی هستم. این خیلی نکته مهمی، این حرفی که من زدم، گفتم دچار مشکل مالی هستم و تقریبا 28 سال که حقوق هم دریافت نکردم و شنیدم که به کلیه کارمندان ساواک شما حقوق فیکس میپردازید. من استعداد دارم کمک بفرمایید، راهنمایی بفرمایید من چطور میتونم 348 ماه من حقوق نگرفته بودم، 348 ماه، بنابراین البته رقم میشد، ولی در همون زمانم حساب کردم 400 یورو بود و همون من و خانوادم بسیار بسیار کمک و محصر بود. بعد ایشون گفتش که من پیشنهاد میکنم خدمتتون که شما یه شرح بنویسید و ما اینو منعکس میکنیم به تهران. من دیدم که پیشنهاد خوبی کردم و همونجا گفتم میتونم مزاحمتون بشم، همینجا بنویسم. گفتم حتما اونجا من نوشتم من با توجه به اینکه شرایط خاصی دارم و به هر حال 2 تا بچه دارم و فلان و فلان و فلان، درخواست میکنم با توجه به اینکه همکارای من در ایران از این مزایا برخوردار هستن و میدونستم که ارتش بود معدوم قرباقی این پول دریافت میکنه، اینو میدونستم این پول دریافت میکنه، گفتم من خواستم خواهش کنم که من از این حقوقم که حقم و من شارژشو پرداختم به من
پرداخت بشه. ما این همه اینا رو نوشتیم و امضا کردیم و تاریخ بودشون گذاشتیم اینجا. اینا داشته باش. گفت ایشون در نهایت محبت تا پشت در سالونی که من نمیدونم عزیزان تو حتما به اون سفارت مراجعه کرده، تا پشت در این قبل که به سالون بخوای وارد بشی با من از پله‌ها اومد پایین، یعنی همراه من بود. این در نهایت محبت یک سفیر. حالا من گفت شما حتما ما با اتون تماس میگیریم هر خبرش داشته باش. این تماس در ماه نوامبر بود، نوامبر سال 2008، درست؟ در نوامبر 2008 من با دخترم عزیز دلم، دختر عزیز دل همه پدرها هستم، ما وقتی که ساعت 1:30 بود از راه رسیدیم، معمولا مساجها رو بچم گوش میکرد. وقتی گوش کرد گفت بابا یکی بیا با تو کار داد. وقتی گوش کردم دیدم یکی خودشو الان فامیلش یادم رفته، بیادم میاد تو صحبت هم خواهم گفت، مساج گوشتی که فلانی آفرش میکنم که شما در ساعت در اولین فرصت در ساعت بین ساعت 9 تا فلان به قید از روز تعطیل تشریف بیارین سفارت برای دریافت کارت چیز کارت یه چیز دیگه گفت، یعنی نگفت مثلا برای جواب کارتون اون کارت یه چیز اینا میگیرن، یعنی معنیش همین کارت شناساییه، یادم نیست. بعد کارت ملی زنده باش. من یه خوب فشم کارت ملی چیه دیگه، من به ایران هم قسم نمیدونستم کارت ملی. حالا دوباره بوش کردم و اینا و بعد فردای اون روز مراجعه کردم به سفارت و گفتم من بعد رفتم با سفارت معمول و رفتم مراجعه کردم به یه آقای دیگه اونجا نشسته بود. وقتی فامیلم گفتم بعد دیدم که اون آقای با تلفن صحبت کرد و یه آقای شیرازی، یه آقایی که ریشای مشکی داشت و اینا، اومد پایین و گفت آقای معتمد، گفتم بله، گفت ممکنه صدا کنم با من تشویق، گفتم که بله حتما. بعد ما رفتیم بالا، رفتیم تو کدوم سالون؟ همون سالون که 57 من نشسته بودم توش با دوستانم، با همکارم سال 57 تو اون اتاق رفتیم، درست؟ متوجه ازم هرش. بعد وقتی نشستم بعد دیدم که نشست و خیلی هم تحویل اون گرفت و چایی هم آورد و فلان و این حرفا، و گفت من میخوام خبر خوشی بهتون بدم. چه توجه داشته باش، ما ماه نوامبریم، یعنی فوریه کجا اینجا کجا. بعد گفت میخوام خبر خوش بدم. خب به هر حال من واقعا خوشحال شدم، چون در یه شرایط بسیار بد مالی زندگی میکردم. الانش هم من مشتری یک سازمان چیز هستم، سازمان امور خیریه هستم، الان مشتری اونجا ما اینم فرام اینا همه بدونم، مشتری اونجا هم به اضافه اینکه پول برق هم شهرداری میده، اینا بازم همه بدونم. بعد حالا وقتی که اومدم چایم خوردم و اینا، شروع کرد به صحبت، گفت خبر خوشی دارم و همکار من خدمت شما توضیح میده، من چون منتقل به ایران شدم باید برم تهران، همکار من الان 48 ساعت وارد شده و در ایران هم کارهای شما رو دنبال کرده و ایشون با شما تماس میگیره. ما همینطور که داشتیم این خودش میگفت، گفتم چرا شما دارید تهران میری اینجا این آرهر برو، نه زمان خدمت هم تمام شده مسلمان بسان، هر حالی همچین صحبت های کرد و اینا. تو این جریان آقای با این مشخصات وارد شد، قد در حدود 1.75 و از در حدود 100-110 کیلو، یه آدم تو چشم تو ماهی جوگندمی، سن در حدود بین 55 سال و حضورتو عرض کنم چهالو، سبزه
چشمهای درشت و لبای کار کرده یعنی تریاکی حضور دست کنم که خودشو اینجا برای اولین بار، من برای اولین بار دارم این اسمو برم، نه به آقای ابوالقاسم رضایی رده مرکزی سازمان مجاهدین و نه به هیچ کس دیگری تا به الان این اسم نبردم، نگفتم، ولی الان اعلام میکنم. خودشو حسن جوادیان معرفی کرد و اومد نشست روبروی من. وقتی نشست روبروی من گفت قربان من پرونده شما رو دیدم، شما خیلی شلوغ کردین. گفتم که والا من آخه من روم نمیشد چیشو بگم، آخه حالا به هر حال خودش داره میگه که من تازه یه هفته است اومدم. اون گفت دو روز اومده، این خودش گفت یه هفته است اومدم. بعد تو البته من متوجه شدم درست گفت یه هفته است اومده. پس برسونم که بعد شروع پس بچه گفت مسائلی رو من در پرونده شما دیدم، یک سوالاتی پیش اومده، البته باز بعد از تعارفات معموله، گوشی سوالاتی یه اپاماتی در پرونده شما هست، ولی خدمت شما عرض کنم که موافقت با پرداخت ماهیانه حقوق شما شده، ولی یه اپاماتی گفتن پنج سوال هستش که درخواست دارم که شما پاسخ بدید. من فکر کردم که یه لحظه فکر کردم چی به این جواب بدم. گفتم که آقای جوادیان ببخشید من معذرت میخوام، من درخواست حقوق حق مسلمان کردم، شما الان با من داری صحبت از ابهامات میکنی. اگر ابهاماتی هست، اگر سوالی هست، خب بفرمایید من گوش میکنم. گفت نه من درخواست میکنم ازتون که به من فرصت بگید، من یه فرصت دیگه با هم صحبت میکنیم. امروز خیلی خوشحال شدم شما رو دیدم. گفتم پس شما الان امروز چیزی ندارین به من بگین؟ من باید چهار رو کنم؟ پس اگه تصویر رسیده حتما به شما ابلاغ کردم، ابلاغ کردن خب به من بگین که من باید به پاسخ به کار به سوالات شما بدم. شرط گذاشتین؟ اگه شرط گذاشتین که من با شما خداحافظی میکنم، مکاری ندارم. ولی اگه بدون شرط گفت نه، من خیلی سریع به شما عرض بکنم که این ابهامات رو شما باید به ما پاسخ بدید. گفتم من خیلی معذرت میخوام، از شما خداحافظی میکنم. این کلاه رو هنوز دارم، سرم میذارم. کلاه رو برداشتم، پالتو ما پوشیدم، گفتم از شما خداحافظی میکنم، امیدوارم موفق باشید. آمدم بلند شدم، از در اومدم بیرون، با من بلند شد گفت جناب معتمد کجا؟ بعدم ولی کجا این حرف رو زد؟ وقتی که من از در خارج شدم تو پاگرد به من گفت، متوجه ازم هستی؟ چون اونجا صدا ضبط می شد، من تو پله دوم بودم، به هم گفتش که آقای معتمد من باید شما رو بیرون ببینم، اینجا نمیتونم با شما صحبت بکنم. گفتم من شامورتی بازی باید کس ندارم، من حقوق هم بگیرم، شما باید من بیرون ببینی؟ عضو این تشکیلات هستی و منم کسی اومدم درخواست بکنم، در یک تشکیلاتی کار میکردم، حق مسلم من هستی، من شما چرا اونجا صحبت نمیکنی با من؟ حرفی داری؟ کاری داری؟ نه. گفت نه کار شما یه خورده پیچیده است. خیلی تعجب کردم، جواب ندادم، رفتم پایین. با من اومد پایین، با من اومد پایین، حتی از سالونم گذشت، از سالانم تو جمعیت هم اومد. تعجب کردم، تعجب هم که نداشت، البته تعجب کردم. اومد در این کشو شو کشید، در که میریم تو قیابون کشید، ولی گفت من حتما خدمتتون زنگ بزنم. من با یه حال پریشونی رفتم، در سر ندم، اومدم خونه. خیلی ناراحت بودم که این نمیتونه بدون برنامه باشه اومد سراغ من. چیه داستان؟ پرویز جان سوال تو من عذرخواهی میکنم،
از اونجایی که این داستان میدونم طولانیه و خیلی طولانی. بله به همین دلیل چون... به همین دلیل اگر اجازه بدید ما ادامه این داستان رو همینجا من خاطرم میمونه، شما هم خاطرتون میمونه، همینجا گفتگومون رو این هفته قطع میکنیم. من چهارشنبه آینده همین ساعتی که امروز زنگ زدم زنگ میزنم و از همینجا گفتگومون رو ادامه میدیم. شما به خونه آمدید و نگران بودید که چه کاری این فرد جمهوری اسلامی، سفارت جمهوری اسلامی با شما داشته. اینو شما در خاطرتون نگه دارید. من و شنوندگانمون من یادداشت میکنم. بله ممنونت. ولی ببینید من استدعا میکنم، من اگر قرار شده با شما صحبت بکنم بازم استدعا میکنم از حضور همه روزه میتونی یه وقت نیم ساعتت رو به من بدی. عرض کنم که اینا تاریخه، خیلی تعارف میذارم کنار با میدونم. پروین جان در این موردم اجازه بده که یه بررسی بکنیم، بعد من به شما زنگ میزنم. فعلا قرارمون برای چهارشنبه آینده تا بعد بتونیم تصمیم بگیریم که شاید در هفته دو بار مثلا با هم گفتگو داشته باشیم. ما در این مورد بعد با هم برای اینکه این مصاحبه مرحوم بختیار با مقدمه فعالیت های منه. حتما ما تمام اینها رو دنبال خواهیم کرد با علاقمندی بسیار. بنابر بخش این... شما تمام شده؟ بله به همین دلیله که فیضم بسیار سپاسگزارتم، مزاحم نمیشم، شرمندتم وقت تو گرفتم. نه همه عزیزان منو میبخشم ولی مطمئن باش حرفی که زدی به هم کمی خب آشنایی نداشتیم، با هم قبلا صحبت نکرده بودیم و من هیچ نوع آمادگی نداشتم که من اگر خیلی به جا هم بود سوال کردی که من تو همین حرف های شیشتی گنجم این حرف ها بحث این مسائل هر وقت دلت خواست میتونی تکرار بکنی، بیاری رو خط کسانی که سوال میکنن یادداشت بکنی. حتما. به همه سوال ها پاسخ میدن. حتما. ولی با حضور کارشناسا و نه با بی بی سی و نه با وی او آ. من پاسو پرویز معتمد به تنهایی وابسته به هیچ جریانی هم نیستم. میفهمم پروی جان، ممنونتم، خیلی تشکر میکنم از اینکه آمدی و با ما از زندگیت و از ساواک و از آنچه که گذشته صحبت میکنی. ممنونت هستم و تا گفتگوی بعدی تو رو به خدا میسپارم. تشکر، خدا نگهدارتون، خدا حافظ. الو